ده بانوی نجیب. بانوی دهم، جوزفین باتلر، قهرمان طرفدار زنان. جوزفین گری در سال 1828 در نورثمبرلند در یک خانه روستایی تربیت شده و شادمان متولد گردید. پدرش یک مرد شریف مسیحی واقعی و طرفدار جدی آزادی بود و از بیدادگری تنفر و انزجار داشت. نظر به اینکه پدر جوزفین طرفدار آزادی سیاسی و مذهبی بود، احساسات و افکار اولیه او تحت تأثیر افکار و روش پدر خود قرار گرفت. جوزفین کودکی بسیار حساس و متفکر بود و با آنکه در روزگار کودکی در نهایت شادمانی و سرور در پناه پدر و مادر خود به سر برد و ازاله شریک مصیبت و درد و زحمات دنیوی دیگران بود، مبارزه وی در ایام دوشیزگی در راه ایمان را باید از زبان خودش شرح داده شود. وقوف و آگاهی باطنی عجیبی در من پیدا شد، به طوری که گویی پیش از آن که با چشم ظاهر ببینم در عالم رویا میبینم. در عالم باطن پاره ای از بدبختی ها و بینوایی ها و مصیبت های جهان را به صورت عدم تساوی و ستمگری ها مشاهده میکردم. یک سال تمام که در تاریکی به سر میبردم، قلب و فکر من سخت رنجور گردید و بدین واسطه مجبور شدم که به درگاه خدا، یعنی آن خدایی که اسمش را شنیده بودم که محبت است، رو آورم. از خدا میترسیدم و از او فرار میکردم تا آنکه توفیقش یار من شد. مانند یعقوب برخواستم و با حضور مرموز وی شروع به کشتیگیری نمودم. من این مبارزه را یکه و تنها در میان جنگل‌های زیبای کاج که در پیرامون منزل ما واقع شده بود انجام دادم و کامیاب و پیروز از این جنگ بیرون آمدم. ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها می‌کوشیدم، بلکه جواب شکنجه و عذاب روحی و پرسش‌های نهایی قلب خود را پیدا کنم و راه حلی برای مسائل روحی خود بیابم. چنانچه منجی به آن طفل کشتیگیر و مبارز از فضائل درد نیمه شب خودش در باغ جستیمانی مرحمت نکرده بود، عاقبت کار من نیز به شکست منتهی می شد. بعدن این مبارزه و جنگ تجدید شد، ولی پس از چندی آن مبارزه ظاهری و جدی آغاز شد و آن روشنایی و امید و راهنمایی که خداوند از کسی که آن را از وی جستجو و تمنا کند دریغ نخواهد کرد رسید. آن روشنایی، امید و راهنمایی برای ایمانداران مثل لنگرگاه روح محکم می شود. در سال 1852 جوزفین با جورج بوتلر نامی که در آن هنگام رئیس دانشکده بود و بعداً در سلک کشیش ها درآمد، ازدواج نمود. این وصل از هر حیث کامل بود، زیرا زن و شوهر نه تنها با رشته محبت و عشق به یکدیگر پیوسته بودند، بلکه چون هر دو دارای یک مذهب و یک ایمان بودند و هر دو نسبت به کسانی که دستخوش هر گونه مظالم و بیدادگری و غلطکاری می شدند همدردی می کردند. از این راه نیز پیوستگی و اتحاد با یکدیگر داشتند. چند سال اول عروسی خود را در آکسفورد به سر بردند و در آنجا صاحب سه پسر و یک دختر گردیدند. در محیط دانشگاه بانو بوتلر فرصتی پیدا کرد که از عقاید و آراء مردان آگاهی پیدا کند. دانست که در مردهای طبقه متوسط اشخاصی پیدا می شوند که معتقدند یک زن ناپاک از یک مرد ناپاک به مراتب بدتر و ناپاکتر است. و میگویند در عین اینکه زن ناپاک را باید از جامعه طرد کرد، بیرون انداخت و او را به بدبختی محکوم نمود و سرافکنده ساخت، از گناه مرد ناپاک باید گذشت و او را عضو محترم جامعه دانست و نباید او را به خاطر ناپاکی و کردار زشتی که مرتکب شده از عضویت جامعه محروم ساخت.
بانو، باتلر و شوهرش هر دو جدن بر این عقیده بودند که طهارت و پاکیزگی و تقوا برای زن و مرد یکسان است و هر دو در مقابل خداوند مسئولیتشان یکسان و بدون تفاوت است و هر دو باید به یک اندازه قانون اخلاقی خدا را رعایت کنند. بانو باتلر می گوید که چگونه هنگام غروب وقتی با مذاکره از اشخاصی که این نظریه عالی را نمی توانستند بفهمند و تشخیص دهند فارغ می شدند و تنها می ماندند. خود و شوهرش کلمات مسیح را می خواندند و چون می دانستند که اگر تعلیمات او کامل مورد قبول واقع شود یک انقلاب بزرگ اخلاقی در جامعه و همچنین در میان افراد پدید می آید، از این رو دعا می کردند که یک چنین انقلاب مقدسی به وجود آید. پس از 5 سال اقامت در آکسفورد به چلتن ها منتقل شدند و از آنجا هم به لیورپول رفتند و مدت 17 سال در آنجا به سر بردند. تقریبا در همین اوقات بود که دختر یگانه بانو باتلر ناگهان مرد و چون شوهرش با پسرهایش هر روز به مدرسه می رفتند و از او دور می شدند، از این رو بی نهایت احساس تنهایی می نمود. در صدد برآمد که از راه خدمت به خلق رفع تنهایی کند. از این رو شروع کرد به سرکشی به کلبه های فقرا که در آنها صدها زن فقیر بیچاره به وسیله بیرون آوردن نخ از طناب های کهنه لقمه نانی تحصیل می کردند. بانو باتلر با آنها صحبت می کرد و آیاتی از کتاب مقدس برای آنها می خواند و تعلیمشان می داد. و حتی دلهای سخت آنها در اثر محبت وی نرم می شد. نتیجه فوری که از این کار حاصل شد گرد آمدن گروه انبوهی از زنان بدبخت و بینوا به دور وی بود. بانو باتلر برای کمک به آنها آسایشگاهی به نام آسایشگاه بیماران درمان ناپذیر و یک مسکن برای دختران صنعتگر تأسیس نمود و نیز با مسئله روبرو شد که مدت‌ها ذهن او را مشغول ساخته بود و آن موضوع زنانی بود که دچار لغزش شده و عصمت خود را به باد داده بودند. بانو باتلر به بسیاری از دختران بر می‌خورد که در اثر بی‌تجربگی از جاده عصمت و طهارت خارج شده و در پرتگاه گناه افتاده بودند. بعضی از اینها را بانو باتلر در منزل خود راه داد. یکی از آنها دختری به نام ماریون بود که پس از چند ماه بیماری در خانه باتلر مرد. در عرض آن مدت به طوری حالت روحی وی تغییر کرده بود که هر کس او را می دید و با او صحبت می کرد او را از مقربان و نزدیکان خدا و از مقدسین پیش رو می شمرد. او پیش از آن که بمیرد می گفت: بانو باتلر عزیزم، هنگامی که روح شما از مشاهده شرارت و بدی گرفته می شود، مرا به خاطر آورید و دل قوی دارید. خدا مرا به شما داده است تا آنکه از هیچ کس نومید نشوید. دختر دیگری به سن 17 در حال مردن، مثل این که در حال هذیان گفتن باشد، فریاد برآورد و گفت: من برای روح خودم با خیلی شریران می جنگم. ما بین 1864 و 1869 پارلمان یک سلسله قوانین برای جلوگیری از مفاسد و شرارت وضع نمود. این قوانین نه به منظور جلوگیری از فساد و ناپاکی وضع شده بود، بلکه برای آن بود که نگذارد مفاسد زندگی دامنگیر مردم شود. قطع نظر از اینکه همان مقرراتی که برای جلوگیری از فساد در قانون مقرر و پیش‌بینی شده بود خود موجب پستی و خاری بسیاری از زنان پاکدامن می‌گردید و آنهایی را هم که زندگانی پاکی پیش گرفته بودند به پرتگاه عمیق‌تری از ذلت و شرمساری می‌افکند. عامه مردم راجع به این موضوع مختصر آگاهی داشتند و هنگامی که این قوانین می‌گذشت تمام طبقات جامعه دچار رکود و خمود و خونسردی و بی‌حسی شده بود. ولی در نظر بانو باتلر که به کنه امور آشنا بود و قلبش به واسطه مشاهده اوضاع رقتبار زنها خون شده بود، این قوانین به منزله دعوت به جهاد بزرگی بود.
وی تصمیم گرفت با کمک خداوند برای القا این قوانین تمام وسایلی را که در اختیار خود دارد به کار اندازد. طبع حساس وی از مصیبت و زحمتی که در این راه می بایست تحمل کند منزجر بود، اما بانو بوتلر جرأت نمی کرد که ندای خداوند را نشنیده انگارد. خودش در این باب چنین می نویسد: زحمات و مبارزه هایی که بعدم پیش آمد نسبت به شکنجه و آزار روحی که از مشاهده اوضاع ناگوار و مردمان نابکار این جهان و مخصوصا نسبت به ترس و وحشتی که از مبارزه و جنگ با این اوضاع به من دست داد ناچیز و کم اهمیت است. مانند یوناس که از طرف خداوند مأموریتی پیدا کرد که تحمل آن را نداشت. من نیز از جلوی خدا فرار کردم، لیکن دست خدا روی من بود و شب و روز بر فشار آن افزوده می شد. دعا می کردم که اگر من می بایست در تاریکی داخل شدم، آن دست خدایی که لمس کردنش قوت تندرستی می آورد دست مرا محکم نگه دارد. بانو بوتلر با تعصب و موافقت صمیمانه شوهرش که با وی در نهایت درجه کوشش و همراهی می نمود، در سال 1869 برای القای قوانین ناقص و قابل اعتراض و برای روشن کردن افکار عمومی راجع به آن موضوع شروع به جنگ بزرگی نمود و جهاد آغاز کرد. زیرا وی احساس می نمود که مادام که این قوانین تاریک و مبهم می باشند و کسی از آنها خبر ندارد، اصلاحات هرگز صورت نمی گیرد. بانو بوتلر جمعیت ملی بانوان را تأسیس کرد و با پیشوایان انجمن که چند نفر از بانوان همفکر خود او بودند، چند سال به وسیله نوشتن مقالات و سخنرانی در مجامع عمومی و ایجاد انقلاب‌های سیاسی و هر گونه وسیله دیگری برای پرورش افکار عمومی به مبارزه پرداخت. طوفان طعنه و تمسخر و توهین بر سر وی باریدن گرفت، به طوری که در ملأ عام در جاهای خلوت به وضعی که باور کردنی نیست مورد حمله و بی احترامی واقع می شد. چند بار در محاصره گروهی از دشمنان قرار گرفت و توانست از دست آنها جان به سلامت ببرد، لیکن وی خیلی بیباک و متحور بود. این جنگ و مبارزه دامنه پیدا کرد، به طوری که سال به سال افکار عمومی متوجه و متمایل به آن می شد. در سال 1883 پس از 14 سال کوشش سخت اثر ظفر و پیشرفت نمایان گردید و بنا شد پیشنهادی برای القای قوانین نامبرده که در این موقع شهرت بسزایی پیدا کرده بود تقدیم پارلمان گردد. وقایع آن روز آن روحی را نشان می داد که بانو بوتلر و همراهان و یاران وی را به چنین مبارزه وادار و برانگیخته بود. در حینی که در پارلمان موضوع القای این قوانین مطرح و مورد مذاکره بود، اینها برای دعا در چند خانه، کلیسا و تالارهای نزدیک به مجلس پارلمان دور هم جمع شده بودند تا از خداوند مسئلت کنند که حق و عدالت را مستقر بدارد. بالاخره قوانین نامبرده با اکثریت 182 رأی در برابر 11 رأی لغو گردید. هنگامی که دوستان بانو بوتلر از رأی دادن برمیگشتند، وی آنها را تماشا میکرد و در چهره آنها این پیام را میخواند: جنگ و مبارزه به پایان رسید. هرچند این قسمت از مبارزه انجام شد، ولی هنوز جنگ در حقیقت به پایان نرسیده بود و بانو بوتلر خود را با تمام قوا حاضر کرد که با اشکال و متفرقات دیگر این دشمن مهیب و سهمگین را شکستند. در سال 1886 به بیماری سختی بر شوهرش عارض شد و در نتیجه وی تصمیم نمود که تمام وقت و همت و توجه خود را تا زمانی که شوهرش زنده است صرف خدمت او نماید. و از این رو 4 سال تمام دست از هر کار کشید و به پرستاری شوهر خود پرداخت.
پس از مرگ شوهرش در سال 1890 وی دوباره در صف جلو قهرمانان طرفدار حقوق زنان قرار گرفت و سعی می کرد که قوانین بهتری که حافظ حقوق زنها باشد و وضع آنها را در اجتماع بهبود بخشد وضع گردد. و در خلوت هم از کوشش‌های شخصی خود برای دستگیری زن‌های درمانده و بیرون آوردن آنها از منجلاب گناه و رسوایی آنی فروگذار نمی‌کرد. بانو بوتلر در 1906 به سن 78 بدرود زندگی گفت. نقل عبارات زیر از گفته های خودش در پایان تاریخچه زندگی او شاید بی مناسبت نباشد. چندی پیش از خداوند موهبت و عنایتی را مسئلت کردم. آن موهبت رفاقت با مسیح بود. به یاد مریم افتادم که در پایین پای مسیح نشسته و آهسته گوش به بیانات وی می دهد و خرم و خندان است. ولی آن رفاقتی که خداوند به من مرحمت می کند، رفاقت مقصر و گناهکار توبه‌کاری است که به صلیب مجاور کوبیده شده است. من نمی توانم مانند آن حواری تکیه به سینه او بدهم، زیرا دست و پای من بسته شده و روی صلیب خود دراز شدم تا آنکه تمام اعضا و اندام و ماهیچه و رگ و پی من درد کند. او طریقه رفاقت ما را برگزیده و از این رو در نزد من عزیز است که در منتهای انیس جلیس او باشم و از لذت ملازمت با درد و تاریکی و از مشاهده گناهان جهان که وی برای خاطر آن گناهان بدنش را مجروح ساخت تا مرد بهره‌مند شوم. از تو ممنون و سپاسگزارم ای خدای من.